بله همین لحظه هم دکتر صاحب از طریق اسکایپ با ما وصل شدن که در مورد ویروس کرونا میخوایم صحبت هایشان داشته باشیم. ویروس کرونا از جمله ویروس های خیلی خطرناک و به شدت ساری هست که از فرد مصاب به فرد سالم خیلی راحت میتونه انتقال بکنه. در بعض افراد میتونه خیلی شدید و در بعض افراد هم نسبتا خفیفتر سپری میشه. اما اینکه موج اول، دوم و سوم کرونا چه تفاوت هایی را داره و واقعا ما در موج سوم کرونا چه اقدامات را انجام بدیم تا خود ما را از مصاب شدن گیری بکنیم و تفاوتش با موج دوم چه هست؟ صحبت‌های بیشتر در این رابطه را از دکتر صاحب خواد داشتیم. شما هم بیننده بحث جالب ما باشین. دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدین به صبح‌ها زندگی. سلام رستم عزیز، صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. امیدوار هستم که روزهای رمضانی را بخیر سپری کنند و همگی جور سر حال باشن. سلامت باشین دکتر صاحب، ما هم خوشحال هستیم که شما را امروز در برنامه با خود داریم و انشالله که روزای ماه مبارک رمضان تا این دم به شما خوب و خوش سپری شده باشن. در ابتدا دکتر صاحب نظرتان بر ما داشته باشین و شریک بسازین که تفاوت موج سوم کرونا با موج دوم کرونا در چی هست؟ آیا ویروس یکی است یا یکی که تفاوت های مشخص هم داره؟ رستم عزیز، ما باید یک چیز را بسیار مهم است که بر تمام هموطنهای ما که در هر نقطه دنیا هستند دیده باید بفهمند که ویروس کرونا و ویروس انفلوئنزا این دو ویروس است که بسیار یا وریبل هستند. خب بسیار زیاد تحولات در اینا رخ میده. سال مثلا انفلوئنزا تا 4 بار میتونه که میوتیشن بکنه، کرونا میتونه از 2 تا 3 بار میتونه میوتیشن بکنه. با تغییرات اقلیمی که در هر مملکت رخ میده این میتونه که با استفاده از پروتین های که در وجود عمو میزبان است، یعنی در هر میزبانی که قرار داره، اگر انسان است، اگر حیوان است، هر چی که هست، اینا چی میکنن؟ بعض تفاوت های ژنتیک در خود ایجاد میکنن که نمیاد سر به نام میوتیشن یاد میکنن و این میوتیشن میتونه که چندین بار در سال رخ بده. امیر رقم ما قبلا هم پیش بینی کرده بودم که امکان داره که با تحول آب و هوا، با گذشت زمستانی که در پیش روی داریم، حتی در ماه در موج اول امکان داره که در این یک میوتیشن رخ بده که تفاوت های ایجاد شود که تصادفا نمیاد سر رخ داد. که اولین میوتیشن از این در کشور انگلستان دیده شد که به نام B117 او را نامگذاری کردن، که در ابتدا همو دکتر صاحبایی که او زیر نظارت گرفته بود این مسئله را و مریضایش هم داشتن و ما مستقیما مطالعه میکردم و تحقیق میکردم این مسئله را، اونا گفتن که ویروس تغییر کرده که سرعت انتشار از این 70 مرتبه از خود کووید 19 بالا سریعتر شده، زیادتر شده، ولی شدت مرضی که ایجاد میکنه به مراتب پایان آمده. و این یک خوشبینی بود که در ابتدا بر ما ایجاد شد و فعلا ای آیستا آیستا به اثبات میرسه که یعنی ما در اون شدتی که مثلا با کووید 19 داشتیم اون قسم خود نبود. مثلا اگر ما مثلا خاص در کووید 19 صحبت بکنیم، کووید 19 یک میوتیشن ویروس بود که، ولی تفاوت کووید 19 با میوتیشن های دیگه کرونا ای بود که کووید 19 از یک حیوان وحشی یعنی خفاش بر انسان انتقال کرده بود و او با استفاده از پروتین های میزبان که در وجودش او میوتیشن خود ایجاد کرده بود یک نسبتا جهش پیدا کرده بود، شدت پیدا کرده بود و بسیار زیاد خطرناک شده بود. هنوز هم او ویروس وجود داره و شکل کلی گم نشده، اما بیشتر و بیشتر میوتیشن های جدید از این رخ داده و ما به این هستم که ویروس کرونا نه تنها در انگلستان بلکه امکان داره که در هر مملکت به شمول افغانستان از خود میوتیشن های خاص خود ایجاد کرده باشه. خود امو ویروس اما میوتیشن کرده در قسمت ساختار پروتین های از او با استفاده از میزبانی که خود انسان است، فلحال تغییرات وجود به وجود آمده که فکر می کنم که از او شدت و از او خطری که در ابتدا وجود داشت از او خطر فلحال پایان آمده. قسمی که ما شما می بینیم که ویروس آفریقایی پیدا شده به نام B1351، ویروس هندی که مطالعه شده B1617، اینی ویروس هایی هستند که به اصطلاح در هر مملکت وقتی که اوج امکانات وجود داره در اوج میتونن که اینا سیروتایپینگ شوند، جینوتایپینگ شوند، شناسایی میشن و دیده میشن. و متاسفانه این موضوع در افغانستان امکان پذیر نیست، در حالی که ما همین زمستان را که سپری کردیم وقعات تنفسی خیلی زیاد داشتیم، اما به شدت وقعات کرونا نه که یعنی به اون حد کشنده نباشه، به اون حد سیوریتی داشته باشه که بی در نزد از اطفال گرفته تا جوانا و نوجوانا و تا ماسن سفیدا و اینا همگی
امراض مختلف تنفسی را از ریزش گرفته تا گلودردی و امثال از این را چندین بار سپری کردن. یعنی به این معنا که امکان داره در افغانستان هم یک یا دو ماه پیشان خود کرده باشه که ما اطور یک مرکز وایرولوژی نداریم دقیقا. که ایرش شناختی. بله دکتر صاحب، حالا در رابطه به موج سوم ویروس کرونا بگوین که در افغانستان چگونه است؟ آمار روز به روز افزایش پیدا میکنه، دید شما در این رابطه چی است؟ آیا آمار افزایش خواهد داشت یا ای که بالاخره ما با رعایت شرایط وقایعی از ویروس کرونا میتونیم که پیشگیری بکنیم از فاجعه‌ای که در بار اول به وجود آمد این بار نخواهد به وجود آمد؟ ما فکر میکنم که اوتول فاجعه رخ نخواهد داد، به خاطر از اینکه افغانستان مملکت است که یگانه مملکت است که در سطح دنیا شما میتونید که بدون تست کرونا بیاین سفر کنین در این وطن بیاین. متاسفانه یک واقعیت تلخ است که در از ابتدا تا فی الحال ما از این رنج بردیم و چندین بار ما این پیشنهاد کردیم از طریق صفحات اجتماعی رسانه ها و مستقیما با وزارت صحت که این چرا آیت را یک افز باید ما شما هم مملکت باشیم، چون مردم داریم، مسئولیت مردم بالای ما از ما من حیث دکتر، من حیث وزارت صحت ما باید متوجه از این مسئله باشیم که از دیگه ممالک در وطن ما ویروس نبیاد. ما فکر میکنم که در افغانستان اشکال مختلط از این ویروس با وجود آمده، مثلا مثل از این نیست که در هندوستان تنها ویروس خودشان که میوتیشن کرده اوجا او حادثه رخ داده باشه. ما فکر میکنم اشکال مختلط از در افغانستان واقعات میگن روزانه تا 121 روز 126 یک روز 168 و فی الحال تماما از شروع تا فعلا ما اینجا بعض آمار یاد داشت کردیم پیش خود که 60122 واقع تا دو روز قبل در صفحه WHO از طرف افغانستان ثبت شده بود که او از همون شروع کرونا تا فی الحال که اینا ثبت کردن و تانستن ثبت کردن ای بوده. اما شما ببینید که ما در 30 میلیون نفوس اگر هم کمترین در نظر بگیریم، یعنی تعداد واقعات را که ما در موج اول داشتیم او واقعات کلا ثبت نشده، یعنی این واقعات به حد زیاد بوده. ولی ما فکر میکنم که این اشکال مختلطش بر علاوه از اینکه میوتیشن که در خود افغانستان بوده که ما رو نتونستیم شناسایی بکنیم با نداشتن همون امکانات ویرولوژی که لازم است، مثلا الکترون مایکروسکوپ و امکانات جینوتایپینگ و سیروتایپینگ هم سال ازی که ما نداریم در وطن خود که ایجاد نشد در طول سال قبل که باید میشد، ولی ایجاد نشد در یک مرکز و که این امکانات ما باید پیدا میکرد و تمام سای شهر وطن خود زیر مطالعه میداشت. دقیقاً. و این سفرهایی که آمد از ممالک مختلف که افراد آمدن امکان داره که تمام همی جینوسی رو تایپ هایی که از دیگه ممالک هست هم آمده باشد. این ای امکانات وجود داره، ولی من قرار اطلاع آخری که از وزارت صحت دارم که یک تعداد سمپل گیری کردن از ولایت های مختلف از کیس های مثبت و اینا رو به خاطر سیروتایپینگ به کشور سویدن روان میکنن که شاید تا حال هم روان کرده باشن، به خاطر از اینکه مشخص شود که در افغانستان کدام شکل نو است و یا هم همین اشکال است که از دیگه ممالک به وطن ما و شما سرایت کرده. ولی من فکر میکنم که اشکال مختلط است، هم شکل است که در افغانستان میوتیشن کرده که قدر خطرناک فکر میکنم نباشه چون ما واقعات شدید ندارم، شکلهایی که از بیرون از افغانستان آمده هم امکان پذیر است که اینا وجود داشته باشند، ولی روی هم رفته شدت و سیویلیتی بر است. از طول یک ماه که من مریضا را زیر نظارت دارم با هول شدت و سیویلیتی که انتظار می رفت یا نیک می گفتن که یک جهش دیگر پیدا کرده، نه خیر ای از جهش مانده از نظر شخصی من، چون این میوتیشن در وجود انسان کرده، در وجود یک حیوان وحشی نکرده. ما فکر میکنم که ما به او شدت نخواهد بریم، ولی احتیاط لازم است، روی هم رفته احتیاط خوب. بسیار خوب دکتر صاحب، حالا دیدتان در مورد واکسین کرونا در افغانستان با ما شریک بسازین. افراد که واکسین کردن آیا شانس مصابیتشان به ویروس کرونا باز هم وجود داره یا خیر؟ و از همه مهمتر کسایی که در مرحله اول ویروس کرونا را سپری کردن و فعلا واکسین نکردن اونا در چه وضعیت قرار خواهد داشتن؟ شانس مصابیت برشان وجود داره یا خیر؟ ببینین رسان عزیز، واکسن مشخصا در مقابل کووید 19 جور شده، همون شکل جهش یافته که از حیوان به انسان انتقال کرده و او به اصطلاح همون کودهای جنتیکی خود داره و واکسن مثل یک پیام است که سیستم دفاعی بدن انسان خبر میکنه که یعنی شما آماده برای اتور یک واقع باشید. خب گیرم اگر که انسان خودش ویروس سپری کرده باشه، ویروس زنده را سپری کرده باشه یا مواجه شده باشه، قسمی که در موج اول ما تا فکر میکنم هیچ استثنایی در افغانستان باقی نماند و همگی مواجه شد، هر کس در خانه یک مریض شدید داشت، یک مریض خفیف، یک مریض متوسط، هر کس در خانه خود تجربه را کرده و یا متانای ما شاهد از این مسئله هستند، یعنی که ما شما کلا با ویروس مواجه شدیم، کلا نیاد سر خود. من فکر میکنم که
و مواجه شدن با وایرس و واکسن هر دور یک گپ مشابه است. به خاطر از اینکه او یک پیام است که سیستم دفاعی را خبر میکنه، این خود وایرس است که سیستم دفاعی را خبر میکنه. یعنی کدام فرق بین از این دو مسئله وجود ندارد. ولی در ایالات متحده آمریکا با همین تحقیقاتی که رخ داده گفتن که همین واکسن در مقابل ویروس 117 هم نسبی موثریت داره، یعنی کلا موثریت خود نداره، ولی با امی اشکال دیگه شکل آفریقایی و هندی ازی کدام موثریت نداره. یعنی میتونه که هر کسایی که واکسن هم گرفتن به شکل خفیف یا متوسط این مرض از سپری بکنن، گفتن نمیتونن، چرا که او کدهای ژنتیکی خود داره این وایرس جدید، این میوتیشن های جدید. واکسن که جور شده برای کدهای مشخصی که خود کووید 19 داشت با او جور شده. الان ما نمیتونیم بگیم واکسن میوتیشن نمیکنه، ویروس میوتیشن میکنه. وقتی که ما این مقوله را میفهمیم، این دانش را داریم که وقتی ویروس میوتیشن میکنه کدهای ژنتیکی خود را چنج میکنه که سیستم دفاعی ما او را نشناسه، اونا به می خاطر میوتیشن میکنن که ما سیستم دفاعی ما دیگه باز بیخبر باشه که یک ویروس دیگه آمده، یعنی یک مشکل دیگه ایجاد شده. بله. پس این چی تغییرات آورده میکنه؟ اون خب پیام را ایجاد کرده که وجود ما در مقابل کووید 19 آماده باشه، نه در مقابل B117. بله دکتر. نظر ما اینطوره. آها بسیار خوب. حالا یک تعداد زیاد از افراد در افغانستان بسیار زیاد نگران هستند از اینکه مصاب نشوند به موج سوم ویروس کرونا. از دید شما وزارت صحت عامه کشور چه اقدامات را باید به خاطر پیشگیری از کرونا انجام بده؟ تا جایی که من خبر دارم و ترس و وحشت که برای مردم در موج اول ایجاد شده بود، حالا گفته هم یگان کسم ترسک شون پریده. خب به خاطر از اینکه من شاهد هستم که حالا ما شما شاهد هستیم که هر شب به میلیون ها فرد در مساجد در فاصله های بسیار نزدیک در نماز های ترابه و نماز های جماعت اشتراک می کنند. تنها یک بحث هم دیده که از یک روز یک مورد کنیم که اصلا فاصله اجتماعی وجود نداره، ماسک وجود نداره و امثال از اگر این مردم در مقابل از این وایرس مقاومت خوب نمی داشت، اگر اینا به اصطلاح متحد و وحشتشان از بین نمی رفت، باور کنیم که با در این جریان ماه مبارک رمضان، تنها در این ماه مبارک رمضان که هیچ گونه شرایط محافظوی رعایت نمیشه، خصوصا در مساجد، خصوصا در مکاتب، در ملی بس ها، در موتر ها، در جامعه، در اجتماع، این چیزی است که ما میبینیم که ماست نیست، اصلا کسی رعایت نمیکنه کدام گفره. باور کنین اگر کدام خطر در پیشوری می بود یا نظر به این کیس هایی که وزارت صحت عامه را پر کرده، ما باید در وضعیت ایتالیا و یا ایران می بودیم از نظر شخصی من. ولی خوشبختانه که اینطور یک گپ وجود ندارد، ولی تا بال ما خوشبین به ای هستم که با این قدر بی‌رعایتی در مقابل وایرس، یعنی عدم رعایت همی موضوعات محافظوی، هنوز همونطور یک فاجعه ای را ما نمی‌بینیم فلحال در جامعه وجود ندارد. چون من کفی مردم هستم، در بین مردم هستم، حداقل روزانه 60 مریض ما می‌بینم، یعنی اینا تماما زیر نظارت برگزار می‌شوند. و اون مریضایی که زیاد مشکوک هستند، باور کنید که تست سیرولوژیک کووید 19 پیش از اینا منفی می‌آید. خب اگر این موضوع می بود، یعنی یک چیز کاملا متفاوت است که مردم هم مبتلا شدند، ولی او قدر شدت که ما انتظار باید می کردیم مثل که در کووید 19 داشتیم، ما انتظار از او شدت فلحال ندارم. بسیار خب، پس جای خوشبختی است که تا حال یعنی مساعد نشده موقع تا اینکه ویروس کرونا باز هم اوج بگیره در شهر کابل و بخصوص در ولایت ما، جاهایی که ازدحام بسیار زیاد است و مردم ما را زندگیشان را به خطر موجب بسازند. حالا گفتنی شما را میخواهیم داشته باشیم به هموطنان ما که در کل مردم چه کار باید بکنند. خب ما در قسمت صحبت آخر تا یک گفتنی دارم رستم عزیز. امکان زیاد وجود داره که این ویروس یک سبایت خود کرده باشه، مردم به شکل خفیف بسیاری سپری کرده باشن به خاطر که افضل صحه هیچ رعایت نشد، یعنی کلا همین شب روز رعایت نمیشه. همین شب گذشت در تمام مساجد ترابی جریان داشت، اما در بود نه؟ بله بله دقیقا موضوع کنان فاصله را حتی رعایت نکردن، وانا حتی شانه بشانه که همین موضوعات سنت رعایت شد و مسائل ازی. من فکر میکنم که حتی ویروس قبل از قبل انتشار کرده باشه، چون وقت تنفسی ما زیاد داشتیم، اما متوسط و نسبتا شدید، ببخشید خفیف و نسبت و شکل نسبی متوسط، شدید کم داشتیم، بسیار وقت شدید کم. من یک واقعه در مکرویان داشتم که به او باز پسان پلمونری و دیما بود، او هم با متداوی مشخصی که برای پلمونری و دیما میشه، حتی در مداخل خود خانه او را تداوی کرده و فلحال اکسیژن تا 90% رسیده. موضوعی که ما میخواییم که مردم عزیز خود شریک بسازم، ببینین
کرونا تنها جنگ دکتر صاحب نیست، تنها یک مبارزه وزارت صحت عامه نیست، این تنها کدام مبارزه کدام ارگان نیست و دولت هم در این مسئله هیچ چیزی کرده نمی‌کنه. کرونا یک مسئله جمعی است، یک مسئله کلی است. ما باید تمام ما دست به هم بتیم، کل ما یک جای شویم و مقابل از این تدابیری رو بگیریم که این کرونا را ما از بین ببریم و یا ایست که مقابل دفاع کنیم و مثل موج اول یعنی خدا آری از کرونا بسازیم که یک بار رخ داد و وقات اسپورادیک در تمام وقات به اصطلاح مافیات کتلبی که رخ میده اسپورادیک یعنی وقات طاقه او طبیعی است، او کتابی هم آمده که وقات طاقه میتونه رخ بده تا در مافیات کتلبی او افراد خاص هستند که وجود داشت. اما روی هم رفته ما یک بار وقات ما بسیار شد پایان آمد و باز همین گفت میشن چلا کدام گفت نیسته. در قدم نخست ما باید ترس و وحشت رفع کنیم. نخیر، وحشت چیز نیست که ما بتانیم در مقابل از او با ویروس مبارزه بکنیم. ما باید جرأت و توانایی زیاد شد. ما میخواهیم که هموطنهای ما وقتی که گوگل سرچ میکنن، وقتی که یک چیز میخواهند در گوگل بخوانن، امروز بارن بر داخل سایبا اینا کوشش بکنن که همین سیستم های دفاعی رو مطالعه کنن. انسان چی نوع یک سیستم دفاعی داره؟ اینا خود باید بشناسن که ما چطور میتونیم با این مرض مبارزه بکنیم. به خاطر که ذهنن وقتی که ما شما آماده باشیم که یک مرض مبارزه میکنیم، باور کنین وجود انسان میتونه او مرض رو مبارزه کنه و او را از بین ببره. ولی اگر که ذهنن ما نارام باشیم و حتی فکر کنیم که خود مقابل ویروس ضعیف‌تر فکر کنیم، باور کنین که ویروس باز هم غالب پیش سر ما داره، شاید متلفات را بیشتر بشه. در قدم نخست اینا مطالعات خود کلان سر سیستم های دفاعی داشته باشن و بفهمن که خداوند چی یک معجزه در وجودشان نهفته و به چی شکل وجود انسان میتونه که یک ویروس از بین ببره. دقیقا. وجود انسان از وجود که ضعیف‌تر نیست، وجود انسان از یک ویروس که بسیار قوی است. درست، این یک مسئله. دوم مسئله خود تقویه بکنن. تقویه قسمی که ما قبلا هم گفته بودیم، حال حمله یا در قسمت ویروس ها زیاد منابع ویتامین سی مهم است. حال فضل خدا همگی با اونا آشنایی دارن که همی میوجات ویتامین سی دار مثل کیوی و مالتا و کینو و امثال عزیزت و لیمو و اترگفاس و سبزیجات سبز است، همچنان یا بلند میره. همچنان از محصولات حیوانی مثل لبنیات، مثل گوشت حیوانات بدون چربی، چربی زیاد خوب نیست. خب چربی زیاد کلن به هیچ کس خوب نیست، ما به هیچ کس پیشنهاد نمی کنم. حیوانات که گوشت چرب دارن اونه کمتر استفاده کنم، خصوصا کسایی که سنشان از 35 بلند است. ایره مایات کافی بگیرن، خصوصا در ماه مبارک رمضان بعد از اینکه افطار شروع میشه. درست است که بعض اوقات هوا سرد میباشه، ما حس میکنیم تشنه نیستیم. نه خیر، شما مایات بزور بگیرین، قصدن بگیرین، یعنی هر یک ساعت بعد یک گلاس مایات گرفته بریم تا اینکه وجود شما یک مایات کافی داشته باشه که سیستم دفاعی خوب کار بکنه. این موضوع بسیار زیاد مهم است. بسیار عالی دکتر صاحب. هست که تمام مردم افغانستان باید به خاطر حفاظت از محیط زیست ناپاک بر علاوه کرونا باید ماسک استفاده کنند. حتی ما ایره برای اطفال پیشنهاد میکنم، به خاطر که اطفال از محیط زیست ناپاک زیاد متضرر هستند و بزرگای خانواده حس شوند و اگر واکسین هم کردنی هستن همین بزرگای خانواده را همیشه بدارن واکسین بکنن که یک گپ خوب است. ولی برای جوان ها و اینا توانای مبارزه با ویروس دارن، مشکل نیست. میشه که هم سهمیه واکسین با کسایی بانیم که اونا بیشتر در خطر هستند. این نظریات ما برای مردم عزیز است و این یک مبارزه کلی و جمعی ما و شماست. بیاین که با هم مقابل از این ویروس مبارزه بکنیم تا اینه که این هم مهار بکنیم که میتونیم انشاءالله. بسیار عالی دکتر صاحب، خیلی ممنون از معلومات جالبی که با ما بیننده عزیز شریک کردین و در اخیر هم می‌خوایم که خیلی کوتاه در مورد واکسین کردن افراد بگوین که سن و سال بلندتر دارن و سنشان از 65 سال بیشتر هست و ممکن هم چندین بیماری دیگر داشته باشن. آیا لازم هست بر اینا که واکسین کرونا بکنن یا خیر؟ از نظر ما کسایی که چندین بیماری دارن و خصوصا کسایی که سیستم دفاعی از اینا کار نمی‌کنه، یعنی اونا سپرست از سیستم دفاعیشان با توسط دواها و اینا، اگر واکسین هم شوند مقابل واکسین هم قدر انتیبادی تولید نمی کنند ولی باز هم بکنن خوب است. ولی ما باید توانایی افراد در نظر بگیریم. فکرتان باشه کسایی که می خواهند واکسین بکنن باید حداقل 72 ساعت قبل، چون یکی از آرزه های واکسین شناخته شده که خون لخته می کنند، 72 ساعت قبل از این تطبیق واکسین باید اینا آسپرین یا اسکارت 75 میلی گرام شروع کنند که شب شب یک دان استفاده بکنن که خون از درگیرشان رفت شود و جلوگیری از علقه شدن یا لخته شدن خون شروع شود در خونشان، که اینا واکسین بگیرن مشکل ندارن. کسایی که تحمل درد ندارن و با امراض دیگر دچار هستن، خصوصا امراض انتانی، برای فلخان نه،
اول اونا باید تو مرضایشان تداوی شود، باز از اون به طرف واکسین برن. به خاطر وجود از اینا باز توانایی رو در مقابل اردو مسئله از دست میده، چرا که واکسین هم تا جایی که کردن در حدود اکثریت کسایی که واکسین گرفته، شخص خودم نگرفتم چون من میفهمم که ما وایرس هم مواجه شدیم، دیگه ضرورت به واکسین ندارم، ولی کسایی که مواجه نشده برای اونا بسیار زیاد مهم است که واکسین بگیرن. کسایی که واکسین کردن بسیار از درد مفاصل حتی تا 72 ساعت با از درد طاقت فرسا شکایت داشتن. چندین فرد را که واکسین کرده بودن که من باشان صحبت کردم، مصاحبه‌ای که داشتیم، اکثریت از درد بسیار شدید مفاصل چی؟ یعنی درد هم یک موضوعی است که بعض افراد غیر قابل تحمل می باشد و حتی می تواند مشکلات ایجاد کنه. امروز در دنیا یک موضوع پین منیجمنت شده که یک مسئله بسیار مهم در طبابت است. یعنی ما هر کاری که می کنیم پین فری باید بکنیم، یعنی بدون درد باید بکنیم. با اون خاطر پین منیجمنت بسیار زیاد مهم است. ببینن اگر توانایی وجودشان داشته باشه با دکتر معالج خود صحبت بکنن، و در صورتی که دکتر معالجشان برشان اجازه میده که واکسین بکنن، چرا نه؟ ولی 72 ساعت قبل باید اینا اسکارت یا اسپرین 75 میلی گرم مشروب کنن. ممنون، سلامت باشین دکتر صاحب عزیز. یک دنیا تشکر میکنم از اینکه صحبت های بسیار جالبتان در رابطه با موج سوم ویروس کرونا با ما و همتانان عزیز ما شریک کردین. وقت و لحظات خوب و خوش برتان میخواهیم. خدا نگهدار. تشکر از شما همچنان. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.